سلام سلام، من الهام، طراح و تصویرگر برند مغازک. خوش اومدین به ویدیوی جدید این هفته که توی این ویدیو میخواییم با هم استیکر جدید مغازک رو اجرا و رنگامیزی کنیم. من از قبل طرح اولیه رو کشیدم و حالا روی یه لایه جدید میخوام دورگیری تمیز کنم. ابزاری که من دارم توی این ویدیو استفاده میکنم آیپد پرو 2024 13 اینچ M4 هستش. قلمم هم اپل پنسل پرو هست و نرم افزاری هم که دارم توش طراحی میکنم پرو کرییت هستش که به قیمت $10 میتونید اشتراک دائمش رو از اپ استور خریداری بکنید. این اپلیکیشن فقط برای محصولات اپل هست، ولی اگر میخواین که روی تبلت های دیگه از نرم افزارهای طراحی و نقاشی استفاده بکنید، بهتون نرم افزارهای اینفینیت پینت و اتودسک اسکچ بوک رو پیشنهاد میکنم که ابزارهای خیلی پیشرفته و خوبی دارن برای طراحی، از براش ها گرفته تا ابزارهای دیگه که شبیه به فتوشاپ و نرم افزارهای دیگه طراحی میتونید به راحتی ازشون استفاده کنین، کارهای خیلی خوبی هم توش بکشین. برای کشیدن مودای مختلف سعی کردم از مودای خودم استفاده کنم که یه روزایی خسته کارم و یا حوصله‌ام سر رفته و یه روزایی هم خوشحالم و پر از انگیزم. براشی که من برای دورگیری دارم استفاده میکنم براش خود نرم افزار پروکرییت هستش به اسم درای اینک، که البته یه سری تغییرات و تنظیماتش داشتم که یه ذره به اون چیزی که میخوام نزدیکتر بشه. برای رنگامیزی هم باز من از همین براش استفاده میکنم، فقط سایز قلمم رو یه ذره بزرگتر میکنم. موقع کشیدن خشم و عصبانیت موضوع حالتهای خیلی بیشتری میتونستم بکشم، ولی گفتم فضا رو خیلی منفی و دارک نکنم چون خیلی روی مود نهایی اون شیت استیکر تاثیر میذاشت. به خاطر همین خیلی دیگه نکشیدم ازشون، سعی کردم اون کاراکترهایی که دارم برای عصبانیت میکشم میذاره کیوت باشه که حجم اون عصبانیت رو باز بگیره و کم بکنه. امیدوارم که شما هم از این استیکر ها اصلا کلن استفاده نکنید. بعد از کشیدن خطای اصلی طرح‌ها نوبت رنگ‌آمیزیه.
من همیشه قبل از رنگ‌آمیزی پالت رنگی که میخوام کل کار داشته باشه رو آماده میکنم. معمولاً هم بین 5 تا 6 تا رنگ اصلی داره و بقیه رنگ‌ها همون رنگ‌ها هستن، ولی ممکنه ولیو و تیرگی روشنیشون متفاوت بشه که از اونا برای سایه زدن یا برای استفاده‌های جزئی‌تر توی رنگ‌آمیزی ازشون استفاده می‌کنم. وقتی که شما پالت رنگی ثابت و یکسان دارید برای یک طرحتون و به صورت رندوم رنگ‌ها رو انتخاب نمی‌کنید، در نهایت بهتون اون کار یک انسجام بصری میده و کار تمیزتر و مفهومش خیلی راحت‌تر به مخاطب القا میشه. معمولاً پالت رنگیم یکسانه تو همه کارام. من ممکنه رنگ نارنجی رو همیشه روی موی کاراکترم استفاده نکنم. ممکنه رنگ نارنجی رنگ لباس باشه یا رنگ حتی صورت یه کاراکتر باشه، ولی اون رنگ نارنجی همیشه همون رنگ نارنجیه تو کار من. یکی از راهایی که کارتون استایل خودشو پیدا میکنه و امضا پیدا میکنین دقیقاً همین انتخاب رنگاتونه. برای رنگ لباسای هر مود سعی کردم رنگای انتخاب بکنم که به مودشون نزدیک باشه. مثلا برای مود غمگین سعی کردم رنگ لباس رو آبی استفاده بکنم، آبی که یه ذره خاکستری هم داره که بتونه اون غم رو یه جوری راحت‌تر و سریع‌تر به مخاطب القا بکنه. برای رنگ لباسای هر مود سعی کردم رنگایی که انتخاب میکنم به مودشون نزدیک باشه و تم رو توی هر مود رعایت کردم. نیومدم هر کاراکتر رو لباسش رو یه رنگ بکنم. مثلا برای مود غم که مود اولمونه، رنگ لباسش رو آبی متمایل به خاکستری انتخاب کردم که اون غم و اندوه رو بتونه راحت‌تر به مخاطب منتقل بکنه. یا برای مود خوشحال رنگ سبز رو برای لباسش انتخاب کردم که اون شادابی و حال خوب و فرش بودن رو بتونه القا بکنه. همینطور برای مود خشم رنگ نارنجی رو انتخاب کردم. شاید اگر موهاش رنگ نارنجی نبود این رنگ نارنجی رو برای لباسش انتخاب می‌کردم. Thank you.
وقتی که رنگامیزیمون تموم شد، نوبت دورگیری استیکرها میرسه که من لایه زیری که بکراندمون هست و رنگ سفید هست رو خاموش میکنم و فقط لایه خط و رنگ ها رو میذارم باشه و میام با یک قلم ساده‌ای که هارد هستش و افکتی روی اون براش وجود نداره، میام خط برش استیکرها رو مشخص میکنم که در واقع یک خط با فاصله چند میل از طرح رو میام دور تا دور طرح میکشم. بعدن توی کرل بیام خط برش رو روی این لایه سفیدی که دور طرح کشیدم مشخص کنم. بعد تر همو میارم توی کورل، بکراند استیکرم رو با خود استیکرها جدا میارم که بتونم استیکرها رو به راحتی خط برششون رو مشخص کنم. لایه زیریم جی پیک هستش، لایه روی رو پی ان جی میارم. خب طراحی این استیکرم تموم شد. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و به دردتون خورده باشه. ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب و کامنتاتون منو حمایت بکنید و من تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ.